واکنش های فرزانکوچی و علاق المجاهد در مورد شایعاتی که گویا علاق المجاهد یک لک دلار و فرزانکوچی پیشنهاد داده است و از او خواسته بوده که تا با او عروسی کند. حقیقت از چی قرار است؟ در این پیام هایی که اینها واکنششان داده است چی گفتند؟ برای دانستن جزئیات این ویدیو لطفاً کانال ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید تا هیچ یکی از ویدیوهای آینده ما را از دست ندهید. در ادامه با اینفو تیوی همراه باشید. اولاً می‌پردازیم به واکنش فرزانه کوچی. او با پشتو در برگه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: عزیزانو، فیسبوک که زماد کاکتوس خبر زین و خپل ده شخصی اقدو او فکر په اساس غلط تفسیر کرده. زماد کاکتوس خبر وکیل صاحب علاگل مجاهد تا هرگز نده راجه شوه. مجاهد صاحب ده پارلمان یو لمودب و وعیزت و مشران و خو همکاران و چخه ده شخصا میتر او سطر ده خویند و پا باب تبد نده اوریده. نن شپه با دغخ پراونه مکمله او بوره. او و هوادارانش توصیه کرده است که لطفا در کاکتوس که من برنامه ویدیویی اجرا کرده ام لطفا آنها تماشا کنید. و حالا می پردازیم به واکنش علاق المجاهد. او در برگه رسمی فیسبوک خود نوشته است که وضاحت نماینده با عزت کوچی ها دوشیزه فرزانه کوچی از جوانان دانش آموخته و متعهد به وطن می باشند. همگان خوب می دانند که شرایط کار برای زنان در کشور خیلی دشوار است و بانوانی که برادرانشان دوش و دوش برای این وطن کار می کنند با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند. مجاهدین و بزرگان این وطن همواره خود را مدافع و ناامیس ملی دانسته و هر گونه اذیت زنان را که از سوی هر کس باشد محکوم و مردود ندانند، چی بسا که خودشان موهی اذیت خواهرانشان باشند. از مخالفین سیاسی خودم هم چنان تمنا دارم تا مخالفتشان را در حد اقل استوار بر اصول انسانی بسازند. یک بار دیگر تاکید میکنم چند نفر معلوم الحال که از دید من کودکان بیش نیستند میخواهند بر علیه من توطئه چینی کنند. برادر من، میخواهم عرض کنم این راهی که تو میروی به ترکستان است. در شعارهای انتخاباتی این دورمان نوشته بودیم گذشته ما تضمین آینده ما. یک بار دیگر و این شعارمان تاکید میکنم گذشته من چنان روشن است که این شیطنت ها نمی تواند کوچکترین گوشه آن را تاریک سازد. در دهکده من یک معقوله داریم که می گویند گل خشک و دیوار نمی چسبد. علاق المجاهد همچنان می افزاید که به قول سیف فرغانی، او شیر را می سراید و می گوید در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت زناکشان شما نیز برسد. دوستان عزیز، به گمان اغلب زیاد پیام علاق المجاهد بیشتر توجه امرالله صالح می شود و او همچنان ادعا کرده است که توطئه چینی ها از طرف امرالله صالح بالای او وارد می شود. آیا این درست می باشد و یا خیر؟ لطفا نظریاتتان را با ما شریک بسازید، همچنان کانال ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما نیز مطلع شوید. تا ویدیوهای بعد، شب و روزتان خوش.